سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز به مرکز شهر تهران اومدیم. اینجا میدون ولیعصر تهرانه که نام قدیم اون میدون ولیعهد بوده. میخوایم از اینجا تا خیابون زرتشت رو با همدیگه بریم و این قسمت تهران رو با همدیگه ببینیم. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم روز دوشنبه است و ساعت هم حدود 7 غروبه. اینجا ضلع جنوبی میدون ولیعصره که یک سینمای قدیمی هم داره به نام سینما قدس که نام قدیم اون برای افرادی که خیلی وقت ایران نبودند سینمای پولیدور بوده که تو سال 1346 هم افتتاح شده. این هم بلوار کشاورز تهرانه که به سمت پارک لاله یا پارک فرع سابق و خیابون کارگر میره. این پیراشکی‌های خوشمزه رو هم بهتون نشون بدم. من چون خودم عاشق شیرینی جاتم همیشه تو ویدیوهام این شیرینی‌های خوشمزه رو بهتون نشون میدم.
این هم نمایی از میدان ولیعصر تهرانه. شاید خیلیایی که میدان ولیعصر رو الان سالهاست ندیدن تعجب کنن که چرا این شکلی شده. خب میدان ولیعصر یکی از مهمترین میدونهای اصلی تهرانه که خیابون ولیعصر یا همون خیابون پهلوی سابق درست از وسطش میگذره. سال ساختش هم برمیگرده به سال 1300، ولی خب تو سال 1395 یعنی 6 سال پیش اونو بازسازی کردن و به این شکلی که دیدید در آوردن. و داخلش هم یک حفره‌ای هستش که الان ایستگاه مترو ولیعصر داخل اون قرار داره. شما در این میدون و خیابون‌های اطرافش همونطور که دارین می‌بینید میتونید فروشگاه‌های لباس و کیف و کفش زیادی هم ببینید، مثل این فروشگاه. قیمت‌ها رو هم بهتون بگم، مثلا این شلوار زنونه 110 هزار تومنه که میشه به دلار حدود 3 دلار و 70 سنت، یا این یکی که 85 هزار تومن قیمت داره که میشه حدود کمتر از 3 دلار. قیمت این لباس ها هم از 120 هزار تومان شروع میشه تا 165 هزار تومان که به دلار هم میشه حدود 4 دلار تا 6 دلار. اینجا ضلع شمالی میدان ولیعصر که همونطور که بهتون گفتم خیابون ولیعصر یا خیابون پهلوی سابقه. کلن این منطقه یکی از مناطق قدیمی تهرانه که همیشه در هر موقع از سال همینقدر که میبینید شلوغه. خونه ها و آپارتمان های قدیمی زیادی هم توی این منطقه هستش. من قیمت ها رو که از سایت های فروش املاک نگاه میکردم، قیمت آپارتمان ها بین متری 40 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان بود که میشه حدود متری 1300 دلار تا 1800 دلار. برای اجاره یه آپارتمان 90 متری نوساز هم من دیدم باید حدود 300 میلیون تومان پول پیش با ماهی 13 میلیون تومان اجاره بدید که به دلار میشه حدود سالانه 10000 دلار پول پیش و ماهی هم حدود 440 دلار اجاره. یا برای اجاره یه مغازه 150 متری تو همین خیابونی که الان ما هستیم باید حدود 1 میلیارد تومان پول پیش با ماهی 65 میلیون تومان اجاره بدید که به دلار میشه حدود 33000 دلار سالانه پول پیش با ماهی هم 2200 دلار اجاره. حتما اگه از اجاره مغازه توی شهرتون یا توی کشورتون اطلاع دارید حتما تو قسمت کامنت ها بهمون بگین که به نظرتون قیمت مغازه تو این جو از تهران که جای شلوغی مناسبه یا گرونه یا ارزونه. اینجا هم سینمای قدیمی استقلاله که یکی از بهترین و قدیمی ترین سینمای تهرانه که تو زمان خودش خیلی سینمای محبوبی بوده. سال ساختش هم برمیگرده به سال 1339.
اینجا هم خیابون ولیعصر تهران. بریم داخل سینما هم از اینجا نگاه کنیم که ببینیم تغییری کرده یا نه. تو این منطقه چون یکی از مناطق اصلی تهران، هتل‌های زیادی هم هستش، مثل هتل بین‌المللی اسپیناز که ما قبلا تو این هتل اقامت داشتیم و یه ویدئویی هم توی کانال گذاشتیم که اگه ندیدید میتونید برین و اون ویدئو رو ببینید، مثل هتل ولیعصر که الان دارین این هتل هم میبینید و هتل آرامیس که کم جلوتره و اون هتل هم بهتون نشون میدیم. این هم هتل آرامیسیه که بهتون گفتم. شما برای اینکه به اینجا به میدان ولیعصر بیاین، یکی از بهترین کارها استفاده از متروه که میتونید ایستگاه مترو ولیعصر از قطار پیاده بشین و به اینجا برسید. همچنین میتونید از اتوبوس‌های تندروی خط راه آهن تجریش استفاده کنید و ایستگاه میدان ولیعصر پیاده بشین، یا از تاکسی‌هایی که از سمت خیابون ولیعصر، بلوار کشاورز، بلوار کریم خان به میدان ولیعصر میان میتونید استفاده کنید. در کل میتونم بگم دسترسی به میدان ولیعصر خیلی خیلی خوبه.
اینجا هم سینمای آفریقاست که نام قبلی اون برای افرادی که خیلی وقت تهران نبودن سینمای آتلانتیکه، که یکی از سینماهای محبوب و معروف اون زمانهای تهران بوده که تو سال 1343 ساخته شده بوده. اگه خاطره ای از این سینما دارید حتما تو قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. این هم داخل سینمایی که به نظر من تغییر زیادی نداشته. اینجا هم که داریم بهش میرسیم خیابون زرتشت تهران. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو هم مثل ویدیوهای قبلی نگاه کردین. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو و این منطقه تهران به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون آرزوی شادی و موفقیت میکنیم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.